با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه سوم ماه دلو سال 1398 هجری خورشیدی در آغاز بر خط چند خبر. شناخته شدن افغانستان همچنین یکی از 10 فاسدترین کشورهای جهان. نگاه درجه بندی از 172 به 173 تنزیل کردیم که یک خبر خوش به افغانستان نیست. خواست عمران خان بر گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان. صلح باید بیاید و این تنها زمانی میتواند تحقق یابد که طالبان و حکومت افغانستان در کنار هم بنشینند. آیا پایان جنگ امریکا با طالبان به معنای پایان جنگ افغانستان خواهد بود؟ هیچ امکان نداره که مذاکرات طالبان در دوحه جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه بود. پخش پایام های خصوصی دو ماهی به شمار از کارمندان وزارت صنعت و تجارت در صفحه اجمل احمدی سرپرست این وزارت. و بسته شدن راه‌های رفت و آمد به شهر وهان چین پس از گسترش یک ویروس کشنده در این شهر. جوزکی هستم با مشروح خبرهای این ساعت. افغانستان یک بار دیگر یکی از 10 فاسدترین کشورهای جهان شناخته شد. گزارش سالانه شفافیت بین الملل نشان می‌دهد که افغانستان 8مین کشور فاسد جهان است و از میان 180 کشور در رده 173 جا دارد. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که بعد از گرفتن تمامی امور دولتی از سوی یک گروه فاسد و سوء استفاده این گروه از قدرت از علتهای اصلی نبود پیشرفت در پیکار با فساد اداری در افغانستان هستند. انیسه شهید جزئیات را گزارش می‌دهد. بر بنیاد این گزارش افغانستان از میان 180 کشور در جایگاه 173 جدول قرار گرفته است. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی را برای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات از علتهای اصلی شناخته شدن دوباره افغانستان همچون یکی از 10 فاسدترین کشورهای جهان میگوید. نمبر ما همون نمبر 16 هست، اما از نگاه درجه بندی از 172 به 173 تنزیل کردیم که یک خبر خوش به افغانستان نیست. این نهاد مداخله های سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی و مستقل نبودن این نهادها را از عوامل ناکامی حکومت در کار مبارزه با فساد می داند. نهادهای کشفی مثل اداره عالی تفتیش که یک نهاد بسیار مهم و بنیادی است در قسمت جلوگیری از فساد، متاسفانه که این نهاد هم تا حال استقلالیت کامل برش داده نشده. دیدبان شفافیت نهادهای عدلی و قضایی را به پنهانکاری درباره پرونده های فساد شماری از مقام ها متهم می سازد. بیشتر از 20 پرونده وکیل و وزیر فعلا وجود دارد که متاسفانه از طرف حکومت این پرونده ها به شکل جدی بررسی نشده. همان طوری که در گزارش سیگر آمده بود، حکومت افغانستان از 76 شاخص مبارزه با فساد اداری 57 شاخص آن را عملی نموده است. فلهذا نشر گزارش اخیر دیدبان شفافیت منصفانه نیست. دیدبان شفافیت از حکومت می خواهد که برای کاهش فساد اداری در کشور باید کمیسیون عالی مبارزه با فساد را ایجاد نماید و نهادها و کشورهای خارجی نیز از دادن پروژه های بزرگ به ناقضین حقوق بشر و فاسدان خودداری نمایند. نخست وزیر پاکستان تنها راه رسیدن به صلح را در افغانستان گفتگوهای طالبان به حکومت افغانستان میداند. عمران خان در سخنرانیش در مجموعه اقتصادی جهان در سوئیس میگوید که هرچند آغاز گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان کار آسان نیست، اما به گفته او این گفتگوها یگانه گزینه برای رسیدن به صلح در افغانستان است. از سوی دیگر هرچند کابل خواهان برقراری آتش بس از سوی طالبان است، اما دونالد ترامپ بر کاهش پایدار خشونت ها از سوی طالبان تاکید میورزد. در این باره هم انیسه شهید گزارش دارد. نخست وزیر پاکستان در سخنرانیش در مجمع اقتصادی جهان در سوئیس هرچند به یک راه حل صلح‌آمیز برای پایان دادن به بحران افغانستان در آینده نزدیک خوشبین است، اما میگوید که این کار تنها با آغاز گفتگوهای طالبان با حکومت افغانستان ممکن است.
صلح باید بیاید و این تنها زمانی میتواند تحقق یابد که طالبان و حکومت افغانستان در کنار هم بنشینند و به یک توافق سیاسی برسند. این باید نخستین گام باشد. هنگامی که طالبان و حکومت افغانستان با هم گرد بیایند، یک سناریوی کاملا متفاوتی خواهد بود. از سوی دیگر کاخ سفید میگوید که رئیس جمهور ترامپ بر رئیس جمهور غنی در سوئیس گفته است تا زمانی که طالبان خشونت ها را به گونه قابل توجه و پایدار کاهش ندهند، مذاکرات معنادار وجود نخواهد داشت. طالبان وای چی واری کاهش تو خشونت دی. البته پاول واری که آتش بس مست سیاسی ضربه ده تاوان دی. نو بیا ورسته تر هغه چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي، هلته په هغه صورت کې به بیا دغه وي آتش بس وي. اما شماری از منابع آگاه از گفتگوهای صلح در قطر از ناخشنودی طالبان و چگونگی کاهش خشونت ها در این دور گفتگوها سخن می زنند. طالبان فکر کوي چې امریکایان په خپل خبره باندې و نه درېدلو، د دې تشدد کمواله غوښتنه کړې وه او طالبانو هغه سره ومنله، کومه چې یو ډېره مشکله پرېښوه پرېکړه وه د طالبانو دپاره. اوست امریکایان نور شرایط غواړي. ما فکر میکنم که انشاءالله کدام مشکل بزرگ سر رای آوردن صلح وجود نداره. با این حال ترامپ در حال بر کاهش خشونت ها تاکید میورزد که در حدود یک ماه پیش در دیدارش از پایگاه نظامی بگرام از طالبان خواسته بود تا آتش بس کنند. امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی محمد اشرفغانی میگوید که احتمال دارد گفتگوهای صلح در قطر سبب پایان جنگ میان آمریکا و طالبان شد، اما به گفته او این گفتگوها به معنای پایان جنگ میان طالبان و مردم افغانستان نخواهد بود. آقای صالح تاکید میورزد که طالبان قاتلان رهبران و چهره های سیاسی افغانستان هستند. در این حال یافته های نخستین نظرسنجی انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان نشان میدهند که نزدیک به 70% مردم پس از توافق صلح با طالبان نظام جمهوری میخواهند. زهرا رحیمی گزارش میدهد. انستیتوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان در این نظرسنجی با بیش از 5000 تن در سراسر کشور گفتگو کرده است که 60% این گفتگو کنندگان در روستاها زندگی می کنند. گزارش صلح مردم افغانستان نشان می دهد که 68% مردم در کشور پس از توافق صلح با طالبان نظام جمهوری می خواهند. 65% می گویند که روند صلح به رهبری مردم افغانستان باشد و 41% دیگر زلمه خلیلزاد را گزینه مناسب برای به میان آمدن صلح در افغانستان می دانند. نظرسنجی های منظم و سیستماتیک انجام نشده در قبال صلح از مردم افغانستان و هدف ما می بوده که این نظرسنجی سیستماتیک باشه و بتانیم با این دایره پیش ببریم. در همین حال امرالله صالح معاون دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی در این نشست میگوید که گفتگوهای امریکا با طالبان به معنی پایان جنگ طالبان با مردم افغانستان نیست. مذاکرات طالبان با امریکایی ها در دوحه جنگ طالب و امریکا را خاتمه بده، ولی هیچ امکان نداره که مذاکرات طالبا در دوحه جنگ طالب و ملت افغانستان را خاتمه بده. او در بخش دیگر از سخنانش تاکید می کند که هر گونه توافق صلح با طالبان باید از سوی لوی جرگه و پارلمان افغانستان تایید شود. طالبا قاتل بزرگای افغانستان هستند. دکتر نجیب، احمد شاه مسعود، پروفیسور ربانی، عبدالحق، عبدالقدیر، عبدالعلی مزاری، کاظمی و سایری. اینها بزرگانی خاک بودند. زخپل په دې باور یم که هغه تیر ترخه تجربه تکراروي او هغه تیر څه ناخواله چې پیښ شوی دی په هیواد کې د هغه انتقام جویی کوي. سفیر اتحادیه اروپا از طالبان و حکومت افغانستان می خواهد تا برای دست یافتن به صلح از خود گذری نشان دهند. صلح در مزارع، روستاها، دره‌ها و کوههای افغانستان از سوی خود افغانان تامین می شود. و اگر در توافقنامه صلح انتظارهای مردم جا داده نشوند، صلح پایدار نخواهد بود. از سوی هم نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید که توافق صلح با طالبان باید سبب تامین امنیت پایدار در افغانستان شود.
اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با سخنگوی او پیام‌های خصوصی معین به برخی از کارمندان پیشین وزارت را در صفحه توترشان پخش کردند. برخی از کارمندان پیشین این وزارت و نیز شمار از فعالان رسانه‌ای همگانی ساختن پیام‌های خصوصی را تعرض بر حریم شخصی می‌دانند. اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت اجمل عبدالرحیم زای معین برحال این وزارت و شمار از کارمندان پیشین این وزارت را به تعهدگری در برابر اداره و نظام متهم می‌سازد و می‌گوید که این موضوع به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. ایدرشاه امید گزارش می‌دهد. اجمل احمدی و سمیر رسا سخنگوی او علت پخش پیام‌های خصوصی اجمل عبدالرحیم زای معین بازرگانی وزارت صنعت و تجارت و شمار از کارمندان پیشین را پیکار با توطئه‌گری می‌داند. این واقعا بسیار زیاد نگران کننده و نامید کننده هست که جوانان زمانی که از اداره برکنار میشن یا بیرون میشن دست به تخریب و دست به توطئه و برعلیه اداره و برعلیه نظام بزنن. از سوی هم سرپرست وزارت صنعت و تجارت در صفحه تویترش در واکنش به انتقادهای برخی از فعالان رسانه‌ای شمار از رسانه‌ها را بخشی از فساد گفته است و از نفوذ مافیا در پارلمان، رسانه‌ها و دولت سخن زده است. آنچه که جناب احمدی فرمودن، من فکر میکنم یک اتهام وارد است بر خبرنگارا، بر یک کتله کلان در جامعه افغانی و این نیاز به پیگیری قانونی داره. در این میان یکی از اعضای مجلس نمایندگان افزون بر پخش پیام‌های خصوصی افراد تمامی کارهای سرپرست وزارت صنعت و تجارت را غیر قانونی می‌داند. کاملا عمل وزیر تجارت غیر قانونی است، وظیفه‌ای رو در پوزیشن وزارت تجارت غیر قانونی است. من امیدوارم که جلالت ما به رئیس جمهور اقدام سریع و ضروری انجام دهد. بجز اجمل عبدالرحیم زای معین بازرگانی وزارت صنعت و تجارت، تمامی کارمندان این وزارت که به توطئه‌گری متهم شدند از کار برکنار شدند. سخنگوی این وزارت میگوید که موضوع برکناری آقای عبدالرحیم زای نیز زیر بررسی است. سندهایی که به طولونی رسیدند نشان میدهند که پیش از این به اجمل عبدالرحیم زای در پیوند با کمکاری و خلافورزی از سوی سرپرست این وزارت اخطاریه نیز داده شده است. دیدگاه اجمل عبدالرحیم زای را در این باره به دست آورده نتوانستیم. برداشتن شعار تبلیغاتی مرکز امر به معروف و نهی از منکر، مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد گازرگاه هرات درباره زنان از سوی حکومت با استقبال باشندگان هرات روبرو شده است. ریاست اوقاف هرات با برداشتن این شعار حساسیت برانگیز درباره زنان، بناهای مختلف را با محتوای دخالت نکردن در زندگی خصوصی دیگران و همدیگر پذیری از دیدگاه اسلام در بخش‌های مختلف شهر هرات نصب کرده است. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. بنرهایی که در مورد حجاب زنان از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر مسجد جامع گذرگاه اینجا نصب شده بودند، از سوی ریاست حج و اوقاف هرات پایین کشیده شدند. بنرهایی که واکنش‌های زیادی را به خصوص واکنش زنان را در هرات به دنبال داشتند. بنرهای ما در تمام نقاط شهر به صورت مختلف نصب شده و با مشوره علمای بزرگوار در همو جاهایی هم که قبلا بنرها نصب شده بودند، بنرهای ما در اونجا هم نصب شده. برداشتن پیام‌های تبلیغاتی حساسیت برانگیز مولوی انصاری درباره زنان با استقبال زنان در هرات روبرو شده است. جواب حکومت در مقابل رفتارهای افراطی اخیراً واقعاً خیلی خوشایند بود، خیلی خرسند کننده و همچنین امیدوار کننده. جای خرسندیه که حکومت افغانستان و ریاست حج و اوقاف افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی با عکس‌العمل عملهای مثبتی که نشان داد از خانم های متشبث، از تمام خانم ها، از تمام اقشار خانم ها حمایت خود نشان دادن. مقام های محلی هرات میگویند جلو افرادگرایی در این ولایت را میگیرند و حدود اسلامی تنها از سوی حکومت و بر بنیاد قوانین نافذه کشور اجرایی خواهند شد. هر مرجعی که مطابق با قانون میخواهد که عرض اندام کنه باید که از طریق وزارت عدلی کشور او جواز داشته باشه. اعلام فعالیت مرکز امر به معروف و نهی از منکر از سوی مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات و نصب پیام‌های تبلیغاتی درباره زنان در روزهای پسین واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.
هارون چخانسوری معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه امروز رسما به کارش آغاز کرد. در این مراسم سرور دانش مامور دوم رئیس جمهور میگوید که یک دستگاه معاصر دیپلماسی برای کشور بسیار مهم است، اما آقای دانش میگوید که در گذشته شمار از سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان نتوانستند از حقوق مردم دفاع کنند. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. مقام های چینی بلای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی راه های رفت و آمد شهر ویروس زده شهر بهان را بستند. از سوی هم شمار قربانیان این ویروس کشنده به 17 تن رسیده است و نزدیک به 600 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. همزمان با این سازمان جهانی بهداشت و برخی از کشورهای جهان برای جلوگیری از گسترش این ویروس کشنده گام های برداشتند. بیش از یک هفته می شود که ویروس کرونا در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرده است. مقام های بهداشتی چین گفتند که شمار قربانیان از 9 به 17 افزایش یافته است و نزدیک به 600 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. دیروز سفر به شهر ویروس زده ووهان ممنوع شده بود، اما اکنون تمامی راه های ورودی و خروجی این شهر که بیش از 11 میلیون جمعیت دارد بسته شدند. من و پسرم در ووهان زندگی میکنیم، اما همسر و پدر و مادرم در چونکینگ هستند. انتظار داشتیم که آنان برای شرکت در جشن بهاری به اینجا بیایند، اما اکنون نمیدانیم که چه کاری انجام دهیم. این یک درس مهم برای ماست و به ما می آموزاند که برای پیشگیری از شیوع این ویروس سخت گیر باشیم. این یک واقعیت است که درک ما شیوع این ویروس کافی نبود. از سوی هم بسیاری از کشورهای جهان به شمول امریکا، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، هند و کشورهای دیگر برای جلوگیری از شیوع این ویروس مرگبار در میدانهای هواییشان مسافران چینی را از دیدگاه بهداشتی بررسی می کنند. تا کنون 43 پرواز و 9156 مسافر بررسی بهداشتی شدند. تا کنون کسی به این ویروس مبتلا نبوده است. ما برای جلوگیری از پخش این ویروس هشدار داده ایم. هرچند این ویروس کشنده نشانه های زیاده دارد، اما تب شدید، سرفه، التهاب ریه و نفس تنگی از علایم اصلی این ویروس هستند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رئیسان جمهور ایالات متحده امریکا و عراق در دیدارشان در شهر داووس سوئیس نقش نظامی امریکا را در عراق یک نیاز می دانند. برهم صالح رئیس جمهور عراق نقش امریکا را در شکست داعش در کشورش مهم می داند، اما می افزاید که باید این ماموریت به پایان برسد. یک شرکت موترسازی در بریتانیا یک موتر براننده را در شهر پرستول این کشور آزمایش کرد. حکومت بریتانیا می‌خواهد که در سال آینده میلادی از موترهای براننده کار بگیرد. شهروندان یمن از نبود اینترنت در بخش‌های از این کشور نگران هستند. آنان می‌گویند که جنگ‌های چندین ساله خدمات اینترنتی را در این کشور قطع کرده است و آنان را با دشواری‌های روبرو ساخته است. با ادامه این خبرها باز هم خوش آمدید. اتاق تجارت و صنایع زنان هرات می گوید که برای ایجاد فارم های زراعتی برای زنان بازرگان زمین های را با همکاری اداره اراضی به دسترس آنان قرار می دهد. هدف از این کار گسترش تجارت های کوچک زنان بازرگان گفته شده است. در این حال زنان بازرگان با استقبال از این کار از حکومت می خواهند که در قسمت فراهمواری تسلیحات اقتصادی زنان را بیشتر حمایت کند. فریبا آرام در این باره گزارش فرستاده است. ملیحه شمس 17 سال پیش با سرمایه اندک فارم کشت و پروسس زعفران را آغاز کرد. او اکنون 104 جریب زمین زیر کشت زعفران دارد و برای بیش از 1000 زن در بخش پروسس و بسته‌بندی فراورده های کشاورزی از جمله زعفران و میوه خشک زمینه کار را فراهم ساخته است. 5 پروسنتر به داخل خود هرات داشتیم که هر پروسنتر ما 200 تا 270 نفر خانم کارمند بودن، خانم اشتغلزایی، و تولیدات ما همچنان ما حدود 132 کیلو زعفران ما به سبندی کردیم از پروسس و پروسنترها خود خود.
زنان بازرگان زیادی همچون ملیحه میگویند اگر زمینه ایجاد چنین فرم‌های کشاورزی برایشان فراهم شود، آنان ظرفیت گسترش تجارت‌های کوچکشان را دارند. یه محصولیه که از نظر ارزش غذایی بالایی داره و مثلا خیلی راحت میتونیم مور صادر کنیم ما به کشورهای مثلا سایر کشورها، همچنین ایجاد کار میکنه خیلی برای خانوما. رو همین بحث بوده که ما شروع کردیم به تحقیق کردن، بعد 50 جریب زمین را از دولت به صورت اجاره طویل المدت گرفتیم، بعد اینا رو بردیم زیر کشت پسته و زعفران. روزی که مدت یک سال میشه اتاق تجارت بانوان هرات افتتاح شده، بیشتر خانوما تشویق شدن و بیشتر کار و فعالیت اینا رشد کرده و الحمدلله اگه به این منوار پیش بره در سطح هرات خانمای زیادی ما خواد داشتیم که در راستای تجارت و در فعالیت های اجتماعی کار و فعالیت دارن. اتاق تجارت و صنعت زنان هرات میگوید با همکاری اداره اراضی زمین های را به دسترس زنان بازرگان قرار میدهد تا بتوانند فرم های کشاورزی را ایجاد کنند. سه یا چهار نفر تونستن زمین های زراعتی و زمین های برای ایجاد پارک های صنعتی خانم از اداره عراضی اخذ بکنن و فعالیت های خود اونجا شروع کردن. در همین حال مقام های محلی حکومت در هرات از ایجاد پارک صنعتی ویژه بانوان در این ولایت خبر می دهند. یک شهرک ما در نظر گرفتیم، شهرک صنعتی مخصوص به خانم ها هست. به کارهایی هست که در اگر در توان اداره محلی باشه هیچ عنوان دریغ نمی کنه از خانم ها. با این وجود ملیحه که تاکنون همچون بانوی بازرگان برای نمایش فراورده هایش به بیش از 18 کشور بیرونی سفر کرده، از حکومت می خواهد تا با طرح برنامه های بیشتر زمینه کار را برای زنان بهتر فراهم سازد. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک درهم مراد 20 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومانی 5 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی. ملی پوشان زیر 19 سال کرکت کشور روحی مرحله بعد رقابت‌های جام جهانی شد. ببرهای نوجوان کشور با پیروزی برابر امارات متحده عرب در دومین دیدارشان در رقابت‌های جام جهانی توانستند جواز حضور در مرحله هشتم برتر را به دست آورند که برای مشخص شدن حریفش در این مرحله باید برای دیدار فردا منتظر بماند که در صورت پیروزی و یا شکست برابر تیم‌های رایافته گروه سی رقابت‌ها پاکستان و بنگلادش بخت آزمایی خواهند کرد. این در حال است که ملی پوشان زیر 19 سال کرکت کشور فردا در سیومین دیدار گروهیشان برابر کانادا بخت آزمایی خواهند کرد. یک مدال نقره و نیز یک برنز دیگر در روز پایانی رقابت‌های جهانی زورخانه‌ای و پهلوانی جهان برای افغانستان رقم خورد. با این حال افغانستان در مجموع با کسب یک مدال نقره و 9 مدال برنز در جایگاه سوم رقابت‌ها قرار گرفت. تنها مدال نقره این رقابت‌ها را برای افغانستان مشتاق حسین شریفی در وزن 60 کیلوگرم رقم زد. سیومین دور رقابت‌های جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی با حضور 100 ورزشکار از 21 کشور به میزبانی ایران برگزار شده بود. این بود خبرها تا این ساعت. سپاس جهانتان، سپاس وقتتان. بخیر، خدا نگهدار.